بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز دکتر حسین مردی هستم از گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیرو مطالبی رو که با هم مرور کردیم در مورد کلیات سیستم عصبی و به دنبالش کلیات سیستم حسی میرسیم به بحث حس پیکری توی این جلسه ابتداعا ما تعریفی از حسای پیکری رو خواهیم داشت به دنبالش در واقع طبقه بندی می کنیم حسای پیکری رو و شروع می کنیم با حس لامسه در مورد گیرنده هاش فیبرهای عصبی و انتقال پیام حس لامسه بنابراین انتظار داریم که بعد از مرور این نکات در این محتوا شما بتونید به درستی حس پیکری رو طبق بکنید در مورد گیرنده های حس لامسه فیبرهای عصبی که اطلاعات رو انتقال میدن و ارسال پیام های حسی در اثر این فیبرها مطالبی رو یاد بگیرید و بیان کنید در ابتدا بچه ها در مورد سیستم حسی قبلا صحبت کردیم گفتیم بخشی از سیستم عصبی هستش که اطلاعات رو جمع آوری میکنه سیستم حسی به دو بخش تقسیم میشه یا حسها حسای پیکری هستند یا حواس ویژه در تعریف حس پیکری میگیم در واقع بخشی از سیستم حسی هستش که اطلاعات رو از خود بدن جمع آوری میکنه اینکه تغییر شکلی در بافت ما ایجاد بشود اینکه در حقیقت آسیبی در بافت ما ایجاد بشود این همه اطلاعاتی هستش که از خود بدن جمعوری میشه و در اختیار سیستم عصبی قرار داده میشه اما در مقابلش حواس ویژه وجود داره که اطلاعات رو از محیط جمع آوری میکنه اینکه نور وجود دارد ندارد اینکه ماده شیمیایی به عنوان ماده بودار در محیط وجود دارد یا ندارد بنابراین حس پیکری در حقیقت مکانیسم های عصبی هستند که جهت جمع آوری اطلاعات حسی از خود بدن عمل میکنند حواس ویژه اطلاعات رو از محیط جمع آوری میکنند حالا بیایم سراغ تقسیم مندی حس پیکری حس پیکری در معمول ترین روش به سه بخش تقسیم میشه حس پیکری مکانیکی حس حرارت و حس درد حس پیکری مکانیکی از اسمش معلومه ما باید یه تغییر شکل مکانیکی در بافت داشته باشیم حس پیکری مکانیکی خودش به دو بخش یعنی حس تماسی و حس وضعی تقسیم میشه حس تماسی براتون خواهم گفت که شامل حس لمس، فشار، ارتعاش، قلقلک و خارشه، حس وضعی که بچه در تعریفش میگیم درک آگاهانه از وضع قرار گرفتن قسمت های مختلف بدن نسبت به هم و نسبت به محیط هستش باز تقسیم میشه اینکه این وضعیت در حالت سکون باشه بهش میگیم حس وضعی استاتیک یا اینکه تغییر بکنه دائما این وضعیت قرار گرفتن قسمت های مختلف بدن داره تغییر ب... میکنه بهش میگن حس سرعت حرکت یا حس وضعی داینامیک هستش اما در بحث حس حرارت انشاالله خواهیم دید که به دو بخش شخصی میشه حس گرما و حس سرما با مکانیسم های مربوطش آشنا خواهیم شد و در نهایت درده و اینکه چطور یک آسیب بافتی میتونه باعث حس ناخوشایندی به نام حس درد بشه در مقوله حواس ویژه با شما با بحث بینایی آشنا خواهید شد شنوایی رو داریم بویایی چشایی و حس دهلیزی و سیبولار یا حالا حس تعادل اسامی دیگه این حس هستش اما بچه ها حواس پیکری رو یک نوع دیگه هم تقسیم بندی می در این تقسیم بندی بچه ها حس پیکری به حس خارجی یا اکستروسپتیو حواسی هستن که مرتبط با سطح بدنن این که میگیم حس لامسه در واقع جزء حسای اکستروسپتیو هستش از تقسیم مندی های دیگه در این در واقع از انواع دیگه حس پیکری در این نوع تقسیم مندی حواس پروپریوسپتیو هستند. حواس پروپریوسپتیو با حالات فیزیکی بدن در ارتباطن حس وضعی جزء حواس پروپریوسپتیو هستش حسی که با تحریک اندام های وتری گلجی با حس دوک ازولانی یعنی در واقع سرسش منبعش وتر و ازولات باشه تحت عنوان پروپریوسپتیو چرا که با حالات فیزیکی بدن در ارتباطه حس فشار از کف پا جزء حسای پروپریوسپتیو و در نهایت حس تعادل با اینکه اونجا من گفتم جزء حواس ویژه است در این تقسیم بندی حس تعادل به عنوان حس پروپریوسپتیو در واقع تقسیم بندی میشه علاوه بر حس خارجی و حس پروپریوسپتیو در این تقسیم بندی حس احشایی رو داریم که خب اسمش معلومه مربوط به احشای بدن هستش دیگه حس عمقی رو داریم که باز مربوط به عضلات و استخوان ها هستن به با عنوان بافت عمقی فشار عمقی درد میتونه جزء حسای عمقی به حساب بیاد و ارتعاش که در واقع با تک تک اینها آشنا خواهیم شد اما به دلیل سادگی و مرسوم بودنش ما در بحث حس های پیکری از تقسیم مندی قبلی استفاده می کنیم یعنی اینکه حس پیکری در واقع به پیکری مکانیکی حس حرارت و حس درد تقسیم میشه و گفتیم که در حس های پیکری مکانیکی ما با حس تماس آشنا خواهیم شد و حس وضعی خود حس تماس شامل لمس فشار ارتعاش و قلقلکه امروز میخواییم در مورد این حس یعنی حس تماسی جزء حواس پیکری مکانیکی با هم صحبت بکنیم دقت کنید بچه ها. گفتیم که حس در واقع تماس خودش تقسیم شد به لمس و فشار و ارتعاش قلقلک و خارش قلقلک و خارش رو در واقع به دلیل حالا کم اهمیتتر بودنش در واقع خیلی مختصر و مفید براتون خواهم گفت اطلاعات زیادی هم در موردشون وجود نداره اما برگردیم روی سه حس اول لمس، فشار، ارتعاش بچه ها این سه تا حس گیرنداشون مشترکه پس سوال پیش میاد چطوریه که با گیرنده مشترک ما سه نوع درک متفاوت از این حواس داریم لمس، فشار و ارتعاش علتش این هستش که بچه ها علت در واقع درک متفاوت از فعال شدن گیرنده های مشترک به خاطر محل گیرنده است لمس یه حسی هستش که ناشی از تحریک گیرندهای تماسی در سطح پوسته در لایه سطحی پوست و در واقع این گیرنده ها اگه تحریک بشن حسی که برای ما ایجاد میشه حس لامسه خواهد بود اگر این گیرنده ها در بافت عمقی هم وجود دارن در اثر تغییر شکل بافت عمقی فعال بشن حسی که برای ما ایجاد میکنه حس فشاره و اگر محرک ما یک محرک تکراری با فرکانس سریع باشه سیگنال های حسی تکراری با فرکانس سریع برای ما درک ارتعاش ایجاد میکنند حالا میخوایم ببینیم گیرنده های مشترک برای این تا حس کدوم هستند من یه بار این اسلاید رو زمانی که میخواستم مکانو ها و انواعش رو بگم به عنوان مثال گذاشتم میخواستم به شما بگم که مکانو چقدر متنوعن حالا رسیدیم به جایی که باید در موردشون توضیح بدیم شش نوع گیرنده وجود دارند برای در واقع حس تماسی که حداقل شش نوع هستند انواع متنوعی ممکنه وجود داشته باشه ولی ما در ساده ترین مورد با پنج شش نوع از این گیرنده ها آشنا میشیم همونطور که خدمتتون عرض کردم و در این اسلاید دارید میبینید انتهای عصبی آزاد رو داشتیم فولیکول مو دیدیم که در قاعدش گیرنده حسی وجود داره یا به عبارتی فیبر عصب حسی وجود داره پاچینی، مایسنه، رافینی جزء گیرنده های تماسی هستند حالا تک تک با هر کدوم از اونا ویژگی هاشون و آشنا خواهیم شد باشه دقت بکنید ما گفتیم یکی از انواع گیرنده های مکانیکی انتهای عصبی آزاد فری در واقع نرف اندینگ ها هستند انتهای عصبی آزاد کجا وجود دارند؟ در پوست وجود داره؟ در های عمقی هم وجود داره پس اگر میگیم لمس ناشی از تحریک شدن گیرنده ها در لایه پوسته این گیرنده ها میتونن در ایجاد حس لامسه به ما کمک کنن اگر میگیم در های عمقی وجود دارن پس میتونن در درک فشار هم به ما کمک بکنن پس انتهای عصب آزاد در درک لمس و فشار دخیل هستن نکته جالب این هستش که خیلی از جاها که امکان وجود گیرندهای خیلی تخصص یافته وجود نداره این انتهای عصبی آزاد وجود دارن مثل قرنیه چشم باشه اگر قرنیه چشم قرار بود گیرنده تخصصی داشته باشه یک صدی در برابر نور میشد و قاعدتا در بینایی ایجاد اختلال میکرد اما با این وجود انتهای عصبی آزاد به دلیل ظرافتش در این قرنیه چشم وجود داره و قاعدتا وقتی یک محرک در واقع تماسی یک محرک که مکانیکی وجود داشته باشه ما در قرنی چشممون این حس رو تجربه میکنیم همه اون تجربه کردیم با کوچکترین گرد و غباری در سطح قرنی چشم در واقع اون رو درک میکنیم دیدیم که یک نوع دیگه از گیرنده های مکانیکی بچه اجسام مایسنر هستند همونطور که در تصویر مشاهده کردید گیرنده مایسنر در حقیقت یک انتهای عصبیه توسط یک کپسولی احاطه شده پس بنابراین جسم مایسنر در حقیقت انتهای عصبی کپسولدار هستش اون فیبر عصبی که انتقال اطلاعات رو داره انجام میده از نوع ای بتاست اگه خاطرتون باشه دیدیم که گیرند فیبرهای عصبی A از نوع میلیندار هستند و A بتا جزء فیبرهای عصبی میلیندار نسبتاً قطوره پس سرعت هدایت پتانسیل عمل در این فیبر بالاست اجسام مایسنر در کجا وجود دارند؟ باشه در نواحی بدون موی پوست وجود دارن. مثل کجا؟ مثل نوک انگشتان، مثل لپها. اتفاقا بعدها براتون خواهم گفت که این نواحی از لحاظ دقت، از لحاظ اکویتی در حس لامسه خب قاعدتا خیلی خیلی برجسته هستن و دقیقترین حواس رو ایجاد میکنه از لحاظ تطابق دیدیم که گیرنده ها به تطابق سریع و تطابق آهسته تقسیم شدن گیرنده مایسنر و شا جز گیرنده هست که تطابقش سریعه پس به دلیل سرعت تطابق حساسه به حرکت اشیاء روی پوست به خصوص اشیایی که فوق وزنشون کمه اشیای بسیار سبک این حرکت یعنی دائم داره جای محرک تغییر میکنه پس گفتیم که گیرندهایی که تطابق سریع داشتن به تغییرات شدت محرک پاسخ میدادن و انتقال پیام را انجام میدادن نکته دیگه گفتیم برای ارتعاش ما زمانی که یه محرک حسی داشته باشیم که تکرار شونده با فرکانس بالا باشه برامون در درک ارتعاش در واقع درک ارتعاش رو خواهیم داشت پس جسم مایسنر به دلیل داشتن تطابق سری به دلیل اینکه میتونه بودن و نبودن رو در حقیقت سیگنال بکنه در درک ارتعاش نقش داره اما حالا خواهیم دید در مقایسه با اجسام پاچینی ارتعاشی که فرکانسش کمتر هستش توسط اجسام مایسنر دیتکس میشه و انتقال داده میشه یک نوع دیگه از گیرنده های مکانیکی بچه ها دیسک های مرکل هستند دیسک های مرکل بچه ها گیرنده های تماسی با انتهای متصل شده هستند همونطور که در شکل دیدیم اکسپنتد تیپ رسپتور داریم یه گیرنده ای داریم که انتهای اعصابه که به طور وسیع گسترده شده در کجا وجود داره هم در نواحی بدون موی پوست داریم مثل نوک انگشتان و لب هم در نواهی که مودار هستند پس هم در نواحی بدون مو و هم در نواحی مودار وجود دارن تطابقشون آهسته است گفتیم در تط... که تطابق آهسته دارن در تشخیص تماس مداوم اشیاء با سطح پوست به ما کمک میکنن تو این شکل توجه بفرمایید بچه ها دیسکای مرکل رو داریم میبینیم در انتهای یه فیبر عصبی از نوع ای آلفا یا ای بتا این منشعب شده یه ساختارهای دیسکی مانندی در اطرافش شکل گرفته تعدادی از این های مرکل که مربوط به یه فیبر عصبی هستند در زیر پوسی کمی حالت برجستگی ایجاد شده بهش میگن گیرنده گمبدی ایگو و در حقیقت این گیرنده با تغییر مکانیکی بافت فعال میشه و اطلاعاتش از طریق فیبرهای ای آلفا یا ای بتا انتقال پیدا میکنه که عمدتا ای بتا هستند کارش چی هستش ما جسم مایسنه رو داشتیم در جاهایی که گفتیم بدون مو هستن مثل نوک انگشتان به همراه جسم مایسنر به نوک انگشتان ما کمک میکنه در لوکالایز کردن لوکالیزه کردن احساس تماسی اینکه بتونیم به دقت بگیم یک محرک تماسی در کدوم ناحیه از بدن ما داره اعمال میشه به کمک گیرندهای مایسنر با سر ما بتونیم بافت یک شی یا تکسچر یک شی رو تشخیص بدیم پس در تعیین محل احساس تماسی به اینکه کجا این محرک تماسی به سطح بدن ما اعمال میشه نقش داره و دیگه اینکه در تعیین تکسچر با کمک سرانگشتانمون به ما کمک میکنه البته هم دیسک مرکل به همراه اجسام مایسنر ما گفتیم در انتهای فولیکول مو یه فیبر عصبی وجود داره اسمش رو گفتیم اندام انتهایی مو بهش گفته میشه یا تکتایل هیر هم بهش گفته میشه بنابراین هر زمان که مو در سطح بدن حرکت میکنه این فیبر عصبی تحریک میشه با کوچکترین حرکت مو این فیبر عصبی تحریک میشه تطابقش از نوع سریع ها جزء گیرنده های لامسه است چرا که در گفتیم در لایه سطحی پوست وجود داره به محض اینکه یک شیء ای روی سطح بدن کوچکترین حرکتی داشته باشه با اون تماس ابتدایی فعال میشه و قاعدتا زمانی که چون تطابق سریع هستش به تغییرات این محرک بسیار حساس هستش دیگر از در واقع گیرنده های تماسی اندام انتهایی رافینی بود یک در واقع انتهای عصبی کپسول داره و همونطور که داریم میبینیم در شکل این در واقع انتهای عصبی چند شاخه ای هستش بیشتر در لایه های عمقی پوست وجود داره در, با... در لایه عمقی پوست وجود داره و در بافت های عمقی مثل کپسول مفصلی مثل عضلات مثل در واقع وتر عضلات این گیرنده وجود داره حالا خواهیم دید که علاوه بر اینکه در علامت دادن حالت مداوم تغییر شکل پوست اهمیت داره چون در بافتهای عمقی هم وجود داره میتونه تغییر این بافتهای عمقی رو به صورت مداوم سیگنال بکنه و در تشخیص سیگنال های لمسی شدید و مداوم و سیگنال های فشار نقشیفا میکنه تطابقش برخلاف مایسنر و علا جسم پاچینی تطابقشون اندکه و همونطور که گفتیم گیرندهایی که تطابق آهسته دارن حالت مداوم تغییر شکل پوست و بافتای عمقی رو سیگنال میکنن اجسام پاچینی همونطور که قبلا دیدیم یه فیبر عصبیه توسط کپسول های مرکز احاطه شده در زیر پوست وجود داره در عمق بافت ها هم وجود داره تحریکش توسط حرکت سریع بافت اتفاق میفته به دلیل در حقیقت تطابق سریعش در تشخیص ارتعاش بافت یا تغییر سریع در حالت مکانیکی بافت میتونه بسیار مؤثر واقع بشه به دلیل اینکه جسم پاچینی سرعت تطابقش خیلی بیشتر از اجسام مایسنر هستش در تشخیص ارتعاش با فرکانس بالا اهمیت پیدا میکنه ما دیدیم که مثلا در مورد گیرنده گنبدی ایگو فیبرها از نوع ای بود تقریبا میتونیم بگیم که تمامی گیرند های تخصصی مثل مایسنر مثل گنبدی ایگو مثل گیرنده های مو گیرنده پاچینی و رافینی فیبرهایی که با در ارتباط با اونها هستند و انتقال پیام عصبی رو انجام میدن، فیبرهای نوع ای بتا میلین داره نسبتاً قطور هستند. به عبارت دیگه سرعت هدایت پتانسیل عمل در اینها بالاست بین 30 تا 70 متر در ثانیه انتقال حس تماسی در فیبرهای عصبی صورت میگیره. اما گفتیم انتهای عصب آزاد داریم عمدتا انتهای عصب آزاد فیبرهاشون از ای دلتا هستش قاعدتا میلین دارند اما قطر کمتر دارند پس سرعت هدایت پیام در اونها بین 5 تا 30 متر در ثانیه متفاوت هستش در نهایت حسی مثل قلقلک حالا خواهیم دید که برای حس قلقلک و خارش انتهای عصب آزاد وجود داره فیبرهایی که در واقع این نوع حس رو انتقال میدن عمدتا فیبرهای بدون میلین سی هستند و سرعت و هدایت در اونها فوق العاده پایین در حد یک تا دو متر بر ثانیه است با این اوصاف میتونیم اینطوری نتیجه گیری بکنیم که برای حس های دقیق منظورم از حس دقیق بچه ها حسی هستش که ما میتونیم موزهش رو به خوبی تشخیص بدیم ما میتونیم کوچکترین تغییر در شدت محرک رو به خوبی تشخیص بدیم این رو بهش میگن حس تماسی دقیق برای انتقال حس تماسی دقیق فیبرهای با سرعت هدایت بالا تخصص پیدا کردن در حالی که برای حس تماس خام یعنی حس تماسی که ما موضع رو به دقت نمیتونیم تشخیص بدیم کوچکترین تغییر در شدت رو به خوبی تشخیص نمیدیم برای اینکه در واقع تغییرات شدت رو تشخیص بدیم میزان شدت محرک بعد به میزان زیادی تغییر پیدا کرده. اینا رو بهش میگم حس خامتر برای این حس های خامتر فیبرهای آهسته تر عمل میکنند در مورد تشخیص ارتعاش ما دیدیم که توسط همه گیرندهای تماسی میتونن در تشخیص ارتعاش نقشی فا بکنن اما همونطور که گفتیم ارتعاش زمانی اتفاق میفته که محرک ما محرک تکرار شونده یعنی حضور عدم حضور داشته باشه و دیدیم که های با تطابق سریع در تشخیص تغییرات شدت ماهرگ نقشه بررسه دارن از میان این های تماسی دیدیم های پاچینی و گیرنده‌های مایسنر سرعت تطابقشون بالا هستش جزء های با تطابق سری هستن چون سرعت تطابق های پاچینی بالاتر از مایسنره های پاچینی در تشخیص ارتعاشات با فرکانس بالا حدود 3 تا 800 سیکل در ثانیه یا 3 تا 800 هرتز دخیل هستند در حالی که اجسام مایسنر در تشخیص ارتعاشات با فرکانس کمتر بین 2 تا 80 هرتز یا 2 تا 80 سیکل در ثانیه دخالت میکنن همونطور که دیدیم فیبرهاشون از نوع ای بتا هستند در مورد قلقلک و خارش بچه اگه بخوایم خیلی مختصر و مفید نکاتی رو بگیم جزء حس های پیکری مکانیکی منتا جزء حس های خام به حساب میان گیرنده که براشون تشخیص داده شده گیرنده های مکانیکی از انتهای عصب آزاد هستش در لایه های سطحی پوست عمدتا وجود دارن به همین دلیل هستش که ما حس قلقلک و خارش رو در بافت عمقیمون نداریم و در لایه های سطحی پوست که هستش که این احساس شکل میگیره و قابل درکه انتقال پیامشون دیدیم که با فیبرهای بدون میلینه سی انجام میشه اما در مورد در واقع خارش زمانی که یک محرک باعث حس خارش میشه توجه فرد به اون نقطه جلب میشه و با انجام یک عمل حرکتی سعی میکنه اون محرک که میتونه آسیب زننده باشه مثلا یه حشره رو در واقع از اون محیط دور بکنه پس حس خارش زمانی برطرف میشه که یا ما عامل محرکش رو حذف کرده باشیم یا اینکه انقدر اون خارش ادامه پیدا بکنه که باعث ایجاد درد بشه حالا در خواهیم دید جلوتر که فعال شدن مسیرهای درد میتونه در واقع حس خارش رو بلاک بکنه و در نتیجه باعث از بین رفتن اون حس در ما خواهد شد به طور کلی نتیجهگیری بحثی رو که با هم داشتیم اینکه برای حس پیکری مکانیکی گیرندهای مختلفی وجود داره خود حس پیکری مکانیکی تقسیم شده به حس تماسی یا حس در واقع در واقع حس تماسی هستش که خودش تقسیم شد به حس لمس و فشار و ارتعاش که بر حسب اینکه این گیرنده ها در چه قسمت هایی قرار داشته باشند میتونند برای ما گیرنده های مشترک سه نوع درک متفاوت یعنی لمس و فشار و ارتعاش رو ایجاد بکنن هرچی گیرنده ها سطحی تر باشند تحریکشون برای ما حس لامسه ایجاد میکنه در بافت های عمقی اگه فعال بشن حس فشار و در صورتی که محرک ما تکرار شونده باشه برای ما حس ارتعاش رو ایجاد میکنن دیدیم که گیرنده حسی تخصصی از طریق فیبرهای میلیندار قطور پیامشون رو انتقال میدن سریع هستش در حالی که گیرنده که کمتر تخصص پیدا کردن مثل انتهای عصبی آزاد اطلاعات رو از طریق فیبرهای بدون میلین سی انتقال میدند منبعمون کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون بود میتونید برای اطلاعات بیشتر از کتاب فیزیولوژی پزشکی گنونگ و فیزیولوژی برنن لوی استفاده بکنید